در حالی که هر روز تعداد بیشتری از پناهجویان به ایتالیا و یونان می آیند، کشورهای زیادی همچون فرانسه، اتریش و سوئیس مرزهای خود را به روی آنها بسته و ترکیه، اسپانیا و مجارستان موانعی برای ورود این افراد می گذارند. سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفت امسال بیش از 110 هزار نفر به اروپا آمدند. این آمار در ایتالیا افزایش چندانی نداشته است، اما تعداد افرادی که از طریق دریا به یونان آمدند افزایش بسیار چشمگیری داشته و نسبت به مدت مشابه در سال 2014 شش برابر شده است. با این حال فرانسه میگوید که 10500 مکان موقت جدید برای پناهجویان ایجاد کرده است. برنارد کازنوف وزیر کشور فرانسه به خبرنگاران گفت نباید یونان و ایتالیا را تنها گذاشت، چون این همبستگی نیست. در برابر این وظیفه باید اتحادیه اروپا کنترل را در این مناطق حیاتی به دست گرفته و برای آن بودجه بدهد. ما هم باید با ایتالیا و یونان همراهی کنیم و بنابراین به آنها کمک می‌رسانیم. تعدادی از پناهجویان که نتوانستند به فرانسه راه پیدا کنند از چند روز پیش در مرز ایتالیا و فرانسه تحصن کردند. پاپ فرانچسکو رهبر کاتولیکای جهان گفته است اشخاص و نهادهایی که در را به روی پناهجویان می‌بندند باید نزد خدا طلب آمرزش کنند.